سلام سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت یک بعد از ظهر آفتابی واشنگتن با شما خواهم بود در این شماره از تفسیر خبر. میپردازیم به عرصه اقتصادی ایران، آنچه که در ایران در این زمینه میگذرد در ارتباط با مردم ایران و سفره آنان. پایین آمدن قیمت نفت در بازارهای جهانی چه پیامدهایی در عرصه اقتصادی ایران دارد؟ چه عواملی باعث کاهش قیمت نفت در بازار جهانی شده؟ ایران، نقش ایران در اوپک تا چه اندازه از اهمیت برخوردار است؟ ایرانی که زمانی رهبری اوپک را بر عهده داشت. و در عرصه روابط آمریکا و ایران، روابط همچنان پرتنش آمریکا و ایران در ارتباط با وضعیت اقتصادی ایران چه می‌گذرد؟ آیا آنچه که به حکومت ایران نسبت داده شده حمله به داعش واقعیت دارد و چه هدفهایی را دنبال می کند؟ پرسش ها در این زمینه بسیار است. در میان می گذاریم در نیمه نخست برنامه با آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس نفت و امور بین الملل در انگلستان، با من و شما خواهند بود در نیمه نخست تفسیر خبر. تا لحظاتی دیگر. آقای تقی‌زاده عزیز سلام به شما. سلام به شما آقای چالنگی، سلام به بینندگان برنامه و خوشحال از همراهی با شما در برنامه تفسیر خبر. آقای تقی‌زاده، به خبری بپردازیم که در مقدمه بهش اشاره نکردیم. در ایران دولت به میانت مبارکی اعلام کرد، یعنی یک از سخنگویان دولت، که نان رو نانوایا میتونن از فردا 30% گرم کنن. سابقا هم حتی در زمان پیش از مشروطه هم عین الدوله حاکم که بر سر کار بود، عرض کنم خدمتتون، نون اگه یه گوشه گرون میشد دولت یه اقدامی میکرد که جلو گرونی نون رو بگیره. خب نخیر، ما میفهمیم 30% میتونه گرون کنن که ظاهرا 40% گرون شده. چه عواملی باعث شده؟ استکبار جهانی، توطئه امپریالیسم اسرائیل، چه کسانی؟ چه به قول آقای حداد عادل هم این وسط گفته الگوی مصرف یه توطئه خارجی است. بفرمایید. به جای رفتن به دنبال الگوهای خارجی، شاید بهتر آقای چالنگی به دنبال عوامل داخلی بگردیم. گران شدن نان نتیجه مستقیم اون چیزی است که آقای خامنه‌ای ازش اقتصاد مقاومتی یاد میکنه. در حقیقت اقتصاد دوران تنگدستی، اقتصاد دوران کوچک شدن اعتباراتی که باید برای مصرف مردم هزینه بشه و به هر حال تولید رو بالا ببره، اشتغال ایجاد بکنه، کالاها رو تامین بکنه و امور معیشتی مردم رو اداره بکنه، ولی به علت وضعیت خاصی که جمهوری اسلامی به خصوص در ارتباط با مناسبات خارجیش اتخاذ کرده، که برنامه‌های اتمی شاه بیت این غزل بسیار منحوس هستند، ناگزیر از تحمل فشارهایی است که در نتیجه اون عوامل تأمین کننده فراهم ساختن مسائل رفاهی مردم در تنگنا قرار گرفتن. بیش از 80 سال است که زندگی مردم از راه فروش نفت به نوعی تأمین میشه. خب این نسبت شاید تا 35 سال پیش رو به کاهش بود، ولی از زمان روی کار آمدن حکومت اسلامی این نسبت افزایش پیدا کرده. حالا
دوباره ما شاهد یک کاهش هستیم در سهمی که نفت در تأمین نیازهای مردم داره، با این تفاوت که عامل جایگزین دیگری وجود نداره تا این تعادل رو برقرار بکنه. وقتی ما به تراز مناسبات خارجی کشوری مثل کویت نگاه میکنیم، میبینیم درآمدهای نفتی بسیار جای کوچکتری داره تا درآمدهای ارزی دیگری که کویت از منابع دیگه تامین میکنه. یا عربستان سعودی این سهم رو در بودجه عمومیش کاهش داده، یا امارات ابوظبی این کاهش رو بهش دست پیدا کردن، در حالی که جمهوری اسلامی درسته که بروی کاغذ نیازهای تامین اعتباراتش رو، تامین بودجهش رو از نفت کاهش داده، ولی عامل دیگری رو جانشین اون نکرده. در نتیجه دولت دست بسته داره برای تامین نیازهای مردم و به این علت فشارها رو مستقیما به مردم تحمیل میکنه. خب یکی از عوامل فشار این است که قیمت کالاهایی رو که انحصار توزیع اون در اختیار دولت هست افزایش بده، در حقیقت هزینه های مزاحمت های خودش رو دولت از مردم بگیره. نفت در بازارهای خارجی کم فروخته میشه، بنزین رو در بازارهای داخلی باید گرانتر فروخت، برق رو باید در داخل گرانتر فروخت، گاز رو باید گرانتر فروخت، و حالا از نفت و گاز و بنزین و برق گذشته رسیدن به مسئله تأمین نان مردم، چیزی که به هر حال از ثروتمند و گدا در طول سالها به خوردن اون عادت کردن. حتی اگر پلوخوری هم میکنن، جماعت کثیری هنوز علاقه دارن که لقمه نانی کنار سفرهشون باقی باشه. حالا به قول خود روزنامه ها و رسانه های داخلی، قیمت نان رو بالا بردن ولی کیفیت اون رو پایین بردن. برای خریدن یک نان این روزها باید در تهران اگر اندکی خشخاش هم به اونها پاشیده بشه 2000 تومان پول داد، و برای خریدن یک نان سنگین سنگک معمولی که صف طولانی هم براش میکشن نزدیک به 1000 تومان پرداخت کرد. واقعا ارقام در جمهوری اسلامی شکل مسخره و خارق‌العاده پیدا کرده. خاطرتون هست آقای تقی‌زاده عزیز، در زمان روانشاد امیر عباس اویدا، نخست وزیر پیش از انقلاب، نخست وزیر مشروطه در ایران، ایشون وعده ارزون شدن نون رو داده بود و نشده بود، یه مدت طول کشید و بعد توفیق یک شعری و کاریکاتوری نوشته بود، گفتی که نان ارزان شود کو نان ارزان است. حالا نیست، و توفیق و امیر عباس هویدا که در دادگاهش هم باز گفته بود که من در تمام طول نخست وزیریم قیمت کبریت همین 1 ریال که بود، همچنان امروز هم که در دادگاه هستم همون 1 ریال هست. ولی مثال دیگری است آقای چالنگی، پیش از اینکه آقای هویدا به وزارت دارایی و بعد نخست وزیری برسه، ما دولت حسن علی منصور رو داریم، دبیرکل پیشین کانون مترقی که بعداً مأمور تشکیل دولت شد و آقای هویدا در این کابینه عضویت داشت و بعد از ترور آقای منصور به ریاست دولت رسید. خوب بیاد دارید که علت ترور منصور یا بهانه این کار گران شدن 1 ریال قیمت بنزین بود، و بعد نارامی های خیابانی و در ادامه اون ترور منصور. ولی در نهایتش گفتی حالا قیمت نان، یعنی چیزی که معقول در ایران و همه از اون استفاده میکنن، 2 برابر افزایش پیدا میکنه، کیفیت اون به نصف کاهش پیدا میکنه، و مردم همچنان زیر سایه سرنیزه نظارگرن. بله، من این به کاملا درسته. فدایان اسلام محمد بخارایی و بقیه بودن که در ترور حسن علی منصور نقش داشتن. امیدوارم روزی در برنامه های تاریخی برسیم این موضوعات بپردازیم جزئیات، اما شاید کنجکاو باشیم. مثلا بعد بینندگان رو میگم که توفیق زده بود با کاریکاتوری از امیر عباس اویدا، نخست وزیر وقت ایران در نظام پیش از انقلاب، و گفتی که نان ارزان شود کو نان ارزانت. مثل بعدی هم این بود که عمت به قربانت، عمت به قربانت، و به شکل نوه خانی بود. این فکر کنم از ابو تراب جلی بود، نمیدونم شعر از کی بود. به هر حال الان من نمیدونم اون شاعر هر جای که هست، اگرم نیست روانش شاد، در این مورد به آقای روحانی یا آقای خامنه ای چه خواهند گفت، چه غزل یا قصیده ای میشه گفت با این قیمت نونی که افزایش پیدا کرده. به هر اگر چنین جرأتی وجود داشته باشه. یادم میاد که از این کاریکاتوریست ها با آقای احمدی نژاد
لفظی کمتر از حضرت رئیس جمهور داده بود و محکوم به زندان شده بود. در مورد روحانی دقیقه تصورم این است که این جریمه سنگینتر هم هست. این نشون میده در دوره‌ای که ظاهرا دوران اختناق بود آزادی مطبوعات چقدر بود. و معروف هم هست که اگر کاریکاتوری کشیده نمیشد آقای هویدا تلفن میزد که آقا چی شد ما رو دست ننداختید این هفته آقای برادران توفیق. اما قیمت نفت رو حالا صحبت شد، مثل که پیش از هر چیزی من آقای تغذیر این پرسش رو بکنم، الان ایران در این تشکیلات اوپک اجلاسی که نشسته بودن در وین، ظاهرا آقای علی نعیمی وزیر نفت عربستان همه کاره بود، برید و دوخت و تموم شد و رفت. ایران دیگه چه نقشی داره در اوپک؟ ایرانی که خود عملا بنیانگذار اوپک بود و نقش رهبری رو داشت. اوپک سال هاست که سهم حد اکثریش رو در بازار جهانی نفت از دست داده، یعنی به عنوان عامل تعیین کننده نقش دو دهه پیش رو به هیچ وجه نداره، ولی با این وجود همچنان میتونه در تنظیم بازار یک نقش فعال داشته باشه. ولی جمهوری اسلامی به عنوان نمایندگی ایران در طول 35 سال گذشته کمترین نقشی در اداره اوپک نداشته، مگر فرستادن کارمندهای درجه 3 یا درجه 4 که به هر حال سهمیه ای رو که ایران به عنوان هزینه ناشی از عضویت تأمین میکنه، مبلغی رو که میپردازه، این پول به این چند نفر به عنوان کارمند اوپک پرداخته بشه. نه در اداره اوپک نقشی داشته، نه در تنظیم قیمت ها و نه سیاست گذاری ها. عربستان سعودی عملا به فعال مایشای این مؤسسه که به هر حال انجمنی است از صادرکنندگان نفت کنترل داره. این کنترل همیشه یا مستقیم بوده و یا از طریق نمایندگانی که با حمایت عربستان سعودی به این پست رسیدن. ایران تا به حال علارغم تلاش‌هایی که بخصوص در 10 سال گذشته انجام داده موفق نشده کسی رو در نقش دبیر کل اوپک داشته باشه و منصب تشریفاتی رئیس اوپک هم که یک منصب سالانه است یک بار به ایران در زمان دولت احمدی نژاد واگذار شد و به علت نابسامانی های دولتی در جمهوری اسلامی در همون یک سال جمهوری اسلامی 3 رئیس برای خودش معرفی کرد در اوپک. یعنی در عرض یک سال ایران 3 مقام ریاست اوپک رو داشت که هر کدوم از 3 ماه یا 4 ماه این منصب رو به علت تغییراتی در وزارت نفت شکل می گرفت تصدی کردن. ولی رئیس اوپک همونطور که عرض کردم نقشش بسیار تشریفاتی است و کاری در امور جاری اوپک نمیتونه انجام بده و انجام نمیده. عملا رئیس یک تنه اوپک عربستان سعودی است و جمهوری اسلامی هم چرخ پنجم این مؤسسه. الان هم که برای دوره یک ساله آینده هم خانم علیسون مدوکی از وزیر نفت نیجریه شده رئیس اوپک و احتمال میره که به عنوان دبیر کل هم عربستان سعودی رضایت بده که او انتخاب بشه. بایستی که منصب دبیر کلی رو با اکثریت نه با اتفاق آرا اعضای اوپک تصمیم بگیرن و همیشه عربستان سعودی یا برای ایران یک رقیب میتراشیده و یا با ائتلاف با سایر کاندیداها زمینه کنار گذاشتن جمهوری اسلامی رو فراهم میکرده. خب ببینید آقای تغذیزاد، پرسش من از جمله یک وجهش این هست، علاوه بر تشکیلاتی که شما اشاره کردین، اساسا نفت ایران الان از چه اهمیتی برخورداره؟ خیلی یاد من مطالبی دیدم در روزنامه های عربی زبان، یکی دو مطلب به این نکته اشاره داشتن که وضعیت ایران متاسفانه از نظر نفت، اونا نگفته بودن متاسفانه، این تاسف از زبان بنده و شماست احتمالا، و اینه که با یکی دو تلمبه بیشتر در عربستان میتونن ایران رو، نقش ایران رو هر روز کمرنگتر و کمرنگتر کنن در بازارهای نفتی. بدون تردید یک واقعیت، پیش از انقلاب آقای چالنگی ایران ذخایر شناخته شده نفتیش 90 میلیارد بشکه بود ولی تولید روزانش 6 میلیون بشکه بود. ایران در کنار عربستان زمانی که جمشید آموزگار رئیس وزیر دارایی ایران بود و مسائل خارجی نفت رو اداره میکرد، در کنار زکی یمانی وزیر نفت وقت عربستان سعودی، به عنوان 2 تصمیم گیرنده و 2 قدرت بزرگ اوپک یک شناسایی جهانی ازشون وجود داشت و اونها بودند که اوپک رو هدایت میکردن. امروز بعد از 35 سال طبیعتا ذخایر شناخته شده نفتی خیلی از کشورها بالا رفته،
ذخایر نفتی ایران هم از 90 میلیارد بشکه در سالهای پیش از انقلاب حالا رسیده به 153 میلیارد یا 154 میلیارد بشکه. در عوض افزایش ذخایر قابل استحصال ایران، تولید نفت ایران حرکت معکوس داشته، کاهش پیدا کرده. یعنی با 90 میلیارد ذخیره ما 6 میلیون بشکه در روز 35 سال پیش تولید می‌کردیم، حالا با 153 میلیارد بشکه نفت شناخته شده تولید ایران به زیر 3 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده. ذخیره دو برابر شده، تولید نصف شده. نفت درسته که یک کالای از میان رفتنی است، ولی متاسفانه از دید ایران کاهش تولید به نفع مردم ایران نیست. نفت تا زمانی که زیر چاهه کمترین ارزشی نداره، یک ماده سیاه افن بدبوست. زمانی ارزش پیدا میکنه که تولید بشه، بیاد به لبه چاه و تبدیل بشه به یک کالای دیگری، به پول، به طلا، به ارز خارجی، به سرمایه گذاری هایی که میتونن تولید همراه با اشتغال رو، همراه با افزایش ثروت رو ایجاد بکنن، زمینه ساز بشن. و باز متاسفانه از دید مردم ایران قسمت اعظمی از ذخایر نفتی ایران در میدانهایی است که با کشورهای همسایه ما شریک هستیم. یعنی هرچه ما نسبت تولید نفتمون رو کاهش دادیم، اونها از همین ذخایر استفاده میکنن. عراق تازه ترین نمونه اون هست که در مناطق همجوار اهواز، دهلوران، مناطق همجوار کرمانشاه از این منابع استفاده میبره با تمامی ظرفیت موجود و ممکن، و ایران این ظرفیت تولید رو به حداقل ممکن در نتیجه اعمال تحریم ها کاهش داده. الان صادرات نفت ایران در حدود 1 میلیون بشکه یا کمتر از اونه، در حالی که 35 سال پیش صادرات روزانه نفت ایران 5 میلیون بشکه بود. یعنی امروز ما 20% نسبت به تولید 35 سال پیشمون نفت تولید میکنیم. طبیعی است که تولید کننده با اهمیتی ایران به حساب نمیاد. نکته ای که باید اینجا بهش تاکید کرد، تنها ثروت و دارایی نیست که در نتیجه فروش نفت یک کشور میتونه به دست بیاره و از این راه ثروتمند بشه، قدرتمند بشه و نقش تعیین کننده در اختیار بگیره. این یک اهرم تحقق هدفهای سیاست خارجی هم هست، چنان که روس‌ها مثلا از طریق صادرات گاز به اروپا نسبت به تصمیماتی که اروپایی ها میگیرن تاثیرگذارن، در این تصمیم ها نقش دارن و میتونن سیاست های خودشون رو از راه صدور گاز جلو ببرن. برای عربستان سعودی نفت این نقش رو بازی میکنه. ایران متاسفانه از دید مردم ایران مجموعه نفت و گازش بزرگترین ذخیره ممکن در دنیاست، و حالا در نتیجه اجرای سیاست های غلط جمهوری اسلامی حداقل استفاده ممکن از این دو ظرفیت میشه. یعنی در زمینه گاز ما به جای صادر کننده وارد کننده هستیم، در مورد نفت خام هم ایران عملا تبدیل شده به، دوباره عرض میکنم، چرخ پنجم تولید کنندگان نفت دنیا. یادش بخیر، نمره یک، محله ما نخستین جایی که نفت در خاورمیانه کشف شد، چشمه های نفتی در دره، در همون نزدیکی چاه شماره یک، چشمه های نفتی و ایام کودکی که سرکشی میکردیم به این چشمه های نفتی و بوی چندان بدی البته نداشت، چون به سطح زمین رسیده بود. آقای طرزاده گفتم وقتی زیر زمین از بوی بدی. به هر حال آقای طرزاده عزیز، به نظر میرسه اینطورم که شما اشاره کردید، برخلاف چند دهه که نفت و گاز به عنوان اهرم سیاسی ازش استفاده نمیشد، الان دوباره وضعیت اینطوری پیدا کرد. اون کاری که عربستان داره میکنه به نظر میاد که خب به هر حال مؤثر بوده، حالا خواسته یا ناخواسته، در عرصه سیاسی، و کاری هم که روسیه شما اشاره کردید. نکته بسیار جالبی رو بهش اشاره کردید آقای چالنگی. شاید تا پیش از انقلاب نه قطعا ایران از این وسیله استفاده میکرد، ولی حالا بازیچه این وسیله شده. در مقابل ایران عربستان سعودی است که کنترل بازار نفت و تا حدود زیادی قیمتها رو در اختیار داره. یعنی اگر عربستان سعودی اراده بکنه، شاید بتونه تهدیدی رو که 3 دهه قبل در سال 85 به موقع اجرا گذاشت، روسیه رو در موضع دفاعی قرار داد و جمهوری اسلامی رو عملا به زانو در آورد،
حالا دوباره تکرار کنه، اگر نفت به علت افزایش تولید عربستان سعودی در بازار روند کاهشی خودشو ادامه بده، ضمن اینکه اروپایی ها از این قضیه استقبال خواهند کرد، ضمن اینکه چین از این موضوع استقبال خواهد کرد، ضمن اینکه اقتصاد بین المللی در حدود 1.5% رشد بیشتر رو نشون خواهد داد، جمهوری اسلامی عملا از ذخایر ارز خارجی محروم خواهد شد و زیانی که روسیه اعلام کرده تا به حال بالغ بر 90 میلیارد دلار بوده به 100 تا 140 میلیارد دلار برای 6 ماه آینده افزایش پیدا میکنه. عربستان سعودی دارای ذخایر کافی ارزی برای تحمل یک دوران 6 ماه تا 1 ساله نفت با قیمتهای حتی زیر 50 دلار و 40 دلار هم هست، ولی اقتصاد کشورهایی مثل نیجریه، مثل جمهوری اسلامی، روسیه، الجزایر عملا به سمت نابودی کشیده خواهد شد. خب اون وقت چه اثری خواهد داشت؟ یعنی اثر بلافاصله چه خواهد بود؟ این بودجه‌ای که بسته این دولت آقای روحانی، حسن روحانی، دکتر حسن روحانی، حجت الاسلام دکتر حسن روحانی و بالعکس، هر چه که است بر اساس 100 دلار جمهوری اسلامی تا یک حدی امکان داره که این فشارها رو به مردم تحمیل بکنه، یعنی همین چیزی که ما موضوع بحث قبلیمون بود، نون مردم رو که روی سفره هاشون با قیمت نسبتا ارزون تری میرفت تا اونجایی که میتونه گرونتر بکنه، کالاهایی رو که به صورت انحصاری در اختیار مردم قرار میده قیمت اونها رو بالا ببره، کیفیت اونها رو پایین بیاره و ادامه بده به قاچاق نفت و یا فروش نفت در مقابل مبادله با کالاهای محلی با کشورهای مثل هند یا کشورهای مثل چین و ترکیه، کاری که در طول 6 ماه گذشته جمهوری اسلامی انجام داده و کالاهای مورد نیاز بازار داخلی رو با کیفیت بسیار کم، قیمت‌های بالا و به شکل مبادله پول محلی در چین یوان، در هند روپیه و در ترکیه لیر ترکیه رو معاوضه می‌کنه و کالاهایی که در داخل نمیتونه تولید بکنه و عملاً تولیدشون به انتها رسیده و کارخونه‌ها بسته شدن وارد بکنه و به دست مردم بده. ولی این چه مدتی روند ادامه پیدا خواهد کرد، خب این بستگی به مردم ایران داره که چقدر این رو تحمل میکنن، ولی نرخ بیکاری به سرعت رو به افزایش خواهد رفت، نرخ تولید رشد منفی رو با سرعت بیشتری نشون خواهد داد و طبیعتا تورم هم بالا میره. دولت چاره ای جز انتشار اسکناس بدون پشتوانه نخواهد داشت. همین امروز وزیر رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که پول در گردش حجمش به 670 میلیارد دلار میلیارد تومان افزایش پیدا، 650 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که این نسبت به دولت احمدی نژاد چیزی در حدود 15 تا 16% افزایش نشون میده. خب در همین شرایط هست که به نظر میرسه که تلاشایی از طرف تهران برای جلب نظر آمریکا، 5 به اضافه 1 یا مجموعه کشورهای غربی به عمل اومده، از جمله خبرهای مربوط به حمله هواپیماهای ایرانی یا هواپیماهای ایرانی به داعش. این رو در چه مسیری شما تعبیر و تفسیر میکنید؟ در مورد داعش بایستی شاید بحث رو از دو سه زاویه متفاوت ببینیم، اینکه فقط خوشرخصی جمهوری اسلامی در مقابل آمریکاست یا خیر. دولت روحانی بدون تردید میخواد با آمریکا به نوعی از توافق برسه، ولی چون همین آقای روحانی قبلا هم توافق نیمبندی با سه قدرت اروپایی داشته و در کتاب خودش موزیگری هایی رو که مرتکب شده بود رو کرده، الان جامعه جهانی واقعا کمتر به اونها اعتماد میکنن. تا ضمانت های لازم برای قبول تعهدات رو وجود نداشته باشه این تعهدات رو نمیپذیرن و این ضمانت ها انجامش تا حد زیادی موکول به همراهی عوامل نظامی است، کسانی که در پارچین نشستن و میگن ما اجازه بازدید از اینجا رو به کسی نمیدیم و دولت روحانی هم مجبور است، تکرار این حرف است. حالا جامعه جهانی میپرسه ما چطور میتونیم با شما به یک توافق موضوعی برسیم بدون اینکه از گذشته کارهای شما بی اطلاع باشیم، مطلع باشیم؟ چرا به ما اگر کار غلطی نکردید، آزمایش ماشه اتمی نکردید، نمیذارید به پارچین بریم نمونه خاک برداریم؟ بنابراین این بخش از مذاکرات که ببخشید آقای روحانی دیگه مسئول داخل در اون نیست،
نظامی ها پا در میون میگذارن و مانع از کار میشن. ولی در زمینه دیگری به هر حال ملاحظاتی هم وجود داره که باز هم اینجا نظامی ها داخل کار هستند. من نمیدونم این تنها به علت خوشرخصی در مقابل آمریکاست یا ملاحظات دیگری، ولی آمریکایی ها رسما اعلام کردند که هواپیماهای نظامی ایران، فانتوم های ایران، مواضع داعش رو در خاک عراق بمباران کردند. جمهوری اسلامی به صورت تلویحی و نه تاکید و مشخصا گفته که این گزارش ها غلطه، نمیگه که ما حمله ای در خاک عراق صورت ندادیم، میگه این گزارش ها درست نیست. باید از خانم افخم پرسید که آیا مثلا اگر گفته شده 4 فروند هواپیما بوده، 2 فروند شما فرستادید، اینجای قضیه درست نیست؟ یا اینکه شما بگید که اگر حمله کردید منظور شما دفاع پیشگیرانه است، به این علت گزارش درست نیست؟ یا حملاتی که شما کردید گفتن با همراهی آمریکایی ها و هماهنگی اونها بوده، در این بخش شما با اونها هماهنگی نکردید و به این علت درست نیست؟ یا علت های دیگری. به هر حال وزیر دفاع آمریکا رسما اعلام میکنه که هواپیماهای نظامی ایران عملا در خاک عراق عملیاتی رو انجام دادن، مواضع داعش رو بمباران کردن. جایی که آقای چالنگی این عملیات صورت گرفته که احتمال انجام اون بسیار بسیار بالاست، استانی است که همجوار با خاک ایرانه، استان دیاله که مرکز اون بعقوبه است. شهر معروف این استان خانقینه که برای ایرانی ها خیلی معروف و بخصوص اونهایی که از کرمانشاهان میرفتن به عتبات برای زیارت، خانقین رو خوب میشناختن. و بخصوص این استان یک شهرت دیگر هم داره و علت این است که پادگان اشرف متعلق به مجاهدین در این استان واقع بود. حمله معروفی هم که مجاهدین علیه خاک ایران کردن در سال پایانی جنگ باز از این استان صورت گرفت و نیروهای مجاهدین 7000 نفری که آورده بودند از نقاط هممرز ایران در استان دیاله شروع شد. حالا این استان رو به این به علت اهمیت استراتژیکی که داره جمهوری اسلامی به نوعی سپر دفاعی خودش تلقی میکنه. حالا اگر که حملات نظامی هوایی در این منطقه صورت گرفته، بیشتر به خاطر دادن هشدار به داعشه. ضمن اینکه قاسم سلیمانی هم این منطقه رو به عنوان پایگاه شخصی خودش زیر کنترل قرار داده و عکسایی که در طول 1 ماه و نیم 2 ماه گذشته برای شخصیت سازی از قاسم سلیمانی منتشر شده که زمینه فراهم میشه برای گماردن او در پست فرماندهی سپاه. یک خبر من دارم، من میخواستم نظر شما رو بشنوم آقای تغییرزاده. این که در ایران یکی از کمبودهای فکر میکنم کمبودی که ما نداشته باشیم در ایران آقای تغییرزاده، کمبود طلبه است، چون طلبه های چینی دارن به ایران میرن، وارد میشن. تفسیر شما رو میشنویم واقعا، یعنی در یه همچین شرایطی مشکل ما کمبود طلبه است یا اینکه نشستن سمینار تشکیل دادن اینها که در بهشت از چه زبانی استفاده میشه و به چه زبانی سخن میگن؟ به زبان عربی در این شرایطی که نون روز به روز گرونتر میشه. این تفسیر رو من میخوام که نظر شما رو در اون مورد بشنوم. اصل خبر رو نشنیده بودم، واقعا خبر خنده‌داری است. البته چینی ها همه چیز به هر کجا صادر میکنن، ولی اینکه نوع مذهب اسلامی که در بخشی از چین هست آیا رنگ شیعه داره و اونها میتونن در قم یا مشهد طلبگی یاد بگیرن، این جای بحثه. ولی ما میدونیم که در طول 2 دهه گذشته در حدود 40 میلیون میدونید در چین مسلمان وجود داره و اینها مسلمان هایی هستن که عموما اهل تسننن و دولت مرکزی پکن علارغم تظاهری که میکنه به اینکه با این قوم های کوچک کاری نداره، ولی با خشونت با بعضی از اعتراض های این گروه برخورد کرده و برخوردی که با مسلمان های چین شده به مراتب بدتر از برخوردی بوده که در بخش دیگری از منطقه تحت کنترل چین یعنی تبت صورت گرفته و بودایی ها رو ضرب و جرح کردن و اونها رو زیر فشار گذاشتن. بنابراین چطور میشه توجیه کرد که دولت چین با مسلمانهای خودش در داخل کشور خودش برخوردش این چنین خشونت آمیز و تنده، ولی همچنان برای آموزش مذهبی عده‌ای رو به جمهوری اسلامی میفرسته تا طلبگی بکنن؟ البته طلبگی که قطعا معلوم است که شیعه نخواهند بود. بله،
بنابراین با وضعیتی که هست و خبر دیگه ای ما داشتیم، خبرها متاسفانه خبرهای زیاد جالبی نیست، یعنی خوشحال کننده نیست آقای طرح‌زاده، مثل همیشه. مثلا فرض کنید قاچاق 133 کانتینر قاچاق، 133 آخه یه کانتینر، دو کانتینر، 133 کانتینر قاچاق کود، اونم شیمیایی. این خبر از چی میده؟ یعنی وضعیت اقتصادی ایران به چه شکل است که میشه 133 کارتون کانتینر هم قاچاق وارد کرد؟ حالا این یکی کشف شد. همین روز که شما این خبر رو در دست دارید، آمار دیگری منتشر شده که اسم ایران رو، جمهوری اسلامی رو، در ردیف فاسدترین کشورهای دنیا در مقام 176 قرار میده. یعنی 176 کشور از 180 کشوری که در موردشون این مطالعه صورت گرفته، فساد اداری درونشون کمتر از جمهوری اسلامی است. بنابراین جمهوری اسلامی به سرعت داره به یک مقام جهانی دیگه در کنار داشتن رکورد اعدام نزدیک میشه، فاسدترین حکومتی که در دنیا وجود داره. خب اگر که این حکومت با این درجه از فساد رکورد جهانی پیدا میکنه، بایستی عواملی برای ثبوت اون داشته باشه. یکی از جاهایی که غیر از نفت ثروت بسیار هنگفتی در اون نهفته است، کارخانه های تولید مواد ظاهرا شیمیایی است که عملا گاز طبیعی ایران رو به یک پلیمرهای بسیار ساده تبدیل میکنن و زمینه فروش اون فراهم میشه. بازارها بازارهای صد میلیونی، صدها میلیونی است و عده مخصوصی از سپاه و نمایندگان خاص جمهوری اسلامی که یکی از وزرای ارشد کابینه آقای روحانی هم جز اونها هست و در حدود 13 کارخانه پتروشیمی رو در هیئت مدیره سهیمه آقای نعمت‌زاده، اینها این رو در انحصار خودشون دارن. خب این دزدی ظاهرا بین خود این دوستانه، یعنی دزدی است که به قافله دزدان خودی میزنه و 135 کانتینر هم به حال بخشی از این معاملاتی است که اونها یا به صورت قاچاق انجام میدن یا اینکه برای گرفتن سهم بیشتری از این خانی که در اختیارشون هست، ثروت‌های ملی ایران که هر روز هر روز به دست این گروه اندک چپاول میشه. بله، 133 کانتینر همزمان با ورود طلبه‌های چینی این خبر رو هم منتشر کردن، 133 کانتینر قاچاق کود شیمیایی. سپاسگزار هستیم آقای طرح‌زاده عزیز، با سپاس بسیار از شما. روز به شما خوش. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا با من و شما خواهند بود. در نیمه دوم برنامه آقای منصور اوسانلو، فعال کارگری و سندیکایی از نیوجرسی، به ما خواهند پیوست. تا لحظاتی دیگر. آقای اوسانلو سلام به شما. سلام به شما و همکاران و بینندگان و همه ایرانیان در هر جای جهان که هستن. آقای اوسانلو، در عرصه کارگری ایران ببینید قیمت نون تا 40% افزایش پیدا کرد. آیا افزایش دستمزدها هم به همین میزان هست؟ اگر دستمزدی، چون در بسیاری از موارد حتی دستمزد توافق شده را هم پرداخت نمی کنن، چه اثری روی سفره کارگران ایران داره افزایش قیمتش؟ قیمت نون که 30% رسما اعلام کردن و عملا موقع مردم رفتن خرید بکنن دیدن که بیش از 40% و بعضی از جاها که من خبر شخصی دارم گفتگو کردم حتی 100% قیمت نون اضافه شده به یک بهانه های نمیدونم دو آتیشه کردن و خشخاشی کردن و از این حرفا. و این 100% که روی سفره کارگران، حقوق بگیران اثر بسیار وحشتناکی خواهد داشت، چرا که در آخرین گفتگویی که از طرف نهادهای کارفرمایی و کارگری هم در رابطه با افزایش دستمزدهای سال 94 بحث کردند،
گفتن که نهایتا اگر بتوانند توافق بکنند و رضایت کارفرماها رو بگیرند، 17% میخوان حقوق کارگرها رو افزایش بدن، که البته شما میدونید با توجه به اینکه اکثریت کارگران ایران، کارمندان ایران، حتی آموزگاران ایران رو دارن از شمول قانون کار خارج میکنن، حتی همین افزایش 17% هم به اکثریت زحمتکشان ایران تعلق نخواهد گرفت. به همین دلیل این افزایش قیمت نان و طرح افزایش حامل های انرژی زندگی بسیار فلاکتباری رو در انتظار کارگران خواهد داشت و هیچ چاره ای کارگران، زحمتکشان، ما مردم ایران نداریم که در برابر این شرایط بایستیم. البته اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای، اتحادیه آزاد کارگران ایران، با سخنگویی خانم پروین محمدی که خودشون جدیداً بازنشسته شدن اما از نمایندگان کارگران در اتحادیه آزاد کارگران هستند، طی بیانیه‌ای از همه کارگران ایران، از همه زحمتکشان ایران خواستند که در برابر این افزایش قیمت‌ها بایستند و مقاومت بکنند، چرا که اگر ما در برابر این افزایش قیمت‌های بی‌رحمان مقاومت نکنیم، فردا روز فلاکتی که گریبان همه ما رو خواهد گرفت خیلی بدتر از این خواهد بود. در متن این اطلاعیه همچنین اضافه شده که ما از همه کارگران ایران، همه زحمتکشان ایران می‌خواهیم که با هر طریقی که می‌تونن و در محل کار و زندگی به همدیگه بپیوندن و اعتراضات خودشون رو نسبت به این افزایش قیمت نان اعلام بکنن. این شرایط فلاکتبار هر روز میتونه که وضعیت ما کارگران و خانواده هامون رو انقدر به خطر بیاندازه که حتی فرزندان ما از امکان تحصیل محروم بشن. به هر حال اعتراض به این 17% برای سال 94 که قرار حقوق اضافه بشه و 40% که قیمت نان و در بعضی جاها بیشتر بالا رفته، زندگی فلاکتباری رو برای کارگران ایران رقم خواهد زد، که به همین دلیل ما نمایندگان کارگران ایران، سخنگویان کارگران ایران در جاهایی که ارتباط هم با کارگرا دارن همین بحث رو مطرح کردن و درخواست اعتراضات سراسری و از کارگران ایران نسبت به این شرایط غیرعادلانه داشتن. آقای استاندو، در ارتباط با کارگران زندانی آخرین خبرها رو به طور فشرده از شما میشنویم. بله، اینقدر زیاده که واقعا باید من فشرده بگم. ممنونم که شما سوال کردید. اول از همه که متاسفانه بهنام ابراهیمزاده رو که قرار بود ببرن به دادگاه و ایشون نپذیرفت بره به دادگاه، چرا که در چندمین دادگاهی که در دادگاه انقلاب برای ایشون گذاشتن توسط قاضی احمدزاده به اتهام اخلال در نظم و انتقال نوشته‌هایش از داخل زندان به خارج از زندان، ایشون رو دوباره دادگاهی کردن و ایشون رو جلوی در خواستن لخت مادرزاد بکنن. ایشون مقاومت کرده، شدیداً جلوی در کتکش زدن به شکلی که از چند جای سر و صورتش خونریزی کرد. در نتیجه با اون وضع نتونستن ببرنش به دادگاه. به همین دلیل ایشون رو همین 12 آذر ماه برش گردوندن به داخل زندان رجایی شهر، ولی به جایی که به همون سالن 12 که بند خودش و بند سیاسی ها ببرن، ایشون رو برگردوندن بردن به بند 1 سالن، مثلا بند 1 در زندان رجایی شهر، بند اعدامی ها و سارق مسلح ها و کسانی است که دیگه همه حکم اعدام دارن. خود من مدتی تو اون بند بودم. البته همین انسان هایی که این اتهامات رو بهشون زدن، موقعی واقعیت های زندگی رو باشون گفتگو کنیم، جزو شجاع‌ترین آدم ها اتفاقا میشن. ولی در بین اونها متاسفانه افرادی هم هستن که مواد مخدر بهشون میدن یا متادون میدن، تحت نظری هن و ممکنه مقامات زندان از وجود اینجور افراد بر علیه کارگران و بر علیه مبارزینی که توی زندان هستند سوء استفاده های بدی بکنن، نسبت به جون اونها حتی اتفاقی بیفته که ممکنم اخبارش شما دارید. نسبت به خود من اون موقعی که تو زندان بودم 3 بار قصد جانم شد. یک شماره تلفنی هم سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیمزاده در داخل ایران داده، آقای محمود صالحی که خودش هم سالها زندانی بوده، خودش هم جزو مبارزه کارگران است و از نماینده های صنف خباز سقز
شماره تلفن هست 0935 735 3412، که کسانی که میخوان در رابطه از وضعیت بهنام ابراهیمزاده خبر داشته باشن میتونن با این شماره مستقیما با آقای یه بار دیگه تکرار بفرمایید. بله الان میگم در داخل ایران صحبت بکنن، 0935 735 3412، محمود صالحی به عنوان سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیمزاده، که البته مطالب مربوط به این عزیزان ما رو شما میتونید در یک به اصطلاح سایتی هم درست شده به نام سایت کمیته دفاع از بهنام دات ابراهیمزاده @gmail.com ایمیلشه، و سایت به اصطلاح بلاگفاییش هم کمیته بهنام دات بلاگفا دات کام، که بجز خود بهنام مسائل زندانیان دیگر رو هم ما اونجا داریم. همین الان هم خبر رسید که تو همین ساعت گذشته آقای علی تبرزدی، فرزند حشمت تبرزدی که جوانی است که خودش هم کارگر و زحمتکشه، با ماشین کار میکنه. خب من علی از دوستانم کاملا میشناسمش، در فیسبوک هم شجاعانه فعال علی، ایشون رو همین چند ساعت چند لحظه پیش دستگیر کردن و بردن، و آخرین پیامش هم گذاشت که دوستان پلیس اومد دم در خونه و دارن منو میبرن اطلاع رسانی کنیم. ایشون و دوستان دیگه که در ایران از حقوق حیوانات به خصوص حقوق سگها دفاع میکنن و از محیط زیست دفاع میکنن، یک میتینگی رو گذاشته بودن برای روز جمعه 14 آذر ماه در پارک بزرگ شاهنشاهی سابق که حالا میگن پارک ملت، و اونجا قرار بود تجمع داشته باشن که گویا ایشون رو به خاطر اعلام این تجمع اومدن دستگیر کردن و بردن. همینطور که میدونید پدر ایشون هم حشمت تبرزدی بیش از 16 ساله که به طور به اصطلاح متناوب در زندان داره به سر میبره، و همکنون در زندان رجایی شهر سالن 12 هستن و تحت شرایط سخت با بیماری هایی که دارن. و بعد از اونم که آقای مجید مقدم، مجید عابدین زاده مقدم، که از قربانیان زندان کهریزک هست ایشون و جزو شکنجه شدگان اونجا، که بسیاری از شکنجه هایی هم که منجر به مرگ دوستان ما در اون زندان شد، جوانانی که کشته شدن به دستور مرتضوی، رو ایشون افشا کرد و در تمام مراسم مربوط به خانواده شهدا در کنار آرش صادقی و آتنا فقیهی و دیگر جوانان می اومدن، که الان این جوانان رو هم دستگیر کردن همین چند ساعت پیش و بردن. یک کمپینی هم دوستان در داخل کشور خارج کشور درست کردن به نام کمپین دفاع از زندانیان گمنام، که اگه دوستان در فیسبوک مراجعه بکنن آدرسش هم من فرستادم، اتاق فرمان دارن، امیدوارم که بتونن پخش کنن، مردم ایران در داخل و خارج ببینن اخبار مربوط به این زندانی ها رو تعقیب کنن و بتونن اگر اطلاعی هم خودشون دارن بدن، چون خیلی مهم است این بچه ها گمنام نمونن که در زندان ها کشته بشن. همچنین خبر مهم مربوط به آقای امیر حسین موحدی که خودش از خبرنگاران و کسانی است که به زندانی ها سالها کمک کرده و اخبار درون زندان رو میدادن. شما یک ویدیو مثلی که از ایشون دارید، ما الان پس پخش میکنیم، برمیگردیم به شما. لحظه اجازه بفرمایید. بفرمایید. بر شما آقای اوسانلوی گرامی و دوستانی که این ویدیو رو میبینن، امیر حسین موحدی هستم، مشکین شهر، و در خونه که شرایطش رو توضیح دادم، از فرصت حاضر که به سختی تونستم ارسال کنم این مطلب رو استفاده میکنم. آقای اوسانلو رو که زحمات زیادی رو متقبل شدم به عنوان منبع موثق در مورد وضعیت خودم به افکار عمومی معرفی میکنم. بله، این ویدیو رو ما روی فیسبوک شما منتشر شده بود برسیم. بله. و به آقای اصلا آقای امیر موحدی، امیر حسین موحدی، ایشون مشکلش چی هست؟ خبرنگاری در مشکین شهر. بله، ایشون قبل از این چند برای رژیم هست رفته انفرادی بودن، شکنجهش دادن در سالهای 1384 1387 و همین جدیدن هم ایشون رو تحت فشار زیادی قرار دادن، هم خودش و هم خانوادهش، و برادر ایشون در یکیشون در آمریکا
آمریکا هست و دو سه نفر دیگه در داخل ایران. ایشون رو به حالت حصر در خونه تحت نظر قرار دادن، حتی ایشون آدرس خونهشون رو دادن که همشهری ها هم میهنانی که میشنون بتونن به کمک ایشون برن و از نزدیک اگر بتونن فیلم و عکس هم از محوطه منزلشون بگیرن. در شهر مشکین شهر منطقه اردبیل خیابان دانش مجتمع ساختمانی دانش طبقه سوم واحد سوم و تقاضا کردن که قبل از اینکه ایشون رو یا بکشن یا به زندان ببرن، چرا که ایشون رو زیر فشار اداره اطلاعات مشکین شهر قرار داده که ببرنش به تلویزیون و در تلویزیون اعترافات دروغینی به زور بر علیه خودش، خانوادهش و تلاشهایی که در رابطه با حقوق بشر انجام داده از ایشون این اعترافات رو خواستن بگیرن که تا به حال مقاومت کرده نرفته. دو تا پیام صوتی هم ایشون داده که من هنوز نتونستم پیاده کنم که توی بسیار رسانه ها منتشر کنیم با صدای خودش مثل همین فیلم. به محض اینکه اینا رو من بتونم دانلود کنم حتما منتشر خواهم کرد با صدای خودشون. و تقاضا کردن که مردم دنیا، مردم ایران در جریان ظلمی که داره به ایشون میشه که به زور میخوان با این بیماری های زیادی که داره، بیماری قند داره، بیماری قلبی داره، ببرنش به تلویزیون و اونجا اعترافاتی بر علیه خودش و تلاشایی که در طور دفاع از حقوق زندانیای سیاسی کرده بکنن و ایشون خودش بر علیه خودش و دیگران اعترافات دروغونی کنه. گویا جمهوری اسلامی بعد از اینکه مسئله مذاکراتش به اونطوری که میخواست به نتیجه نرسیده، فشار زیادی رو داره در داخل ایران میاره و تمام فعالین، خبرنگارها، جوانان، کسانی که مراجعه میکنن برای دفاع از حقوق مردم و در کنار مثلا خانواده‌های زندانی و اعدامی و زندانیانی که در داخل ایران فعال از خانواده‌هاشون قرار میگیرند رو به شکل گسترده‌ای دارن دستگیر میکنن و پشت سر هم ما تو این هفته خبرهای دستگیری از کارگرها، خبرنگارها و جوانان فعال داشتیم. قبل از اینکه برسیم به خبرهای دیگه، ببینید، خب حکومت ایران از جمله دولت آقای روحانی بارها اومدن میگن اینایی که خارج هستن برگردن به ایران، میتونن برگردن، یه وعده‌ای میدن، گویی که باز یه جناح دیگه مخالفت میکنه و همین مسائل. اما شما میبینید این دیده از سرمایه گذار مثل اون مهافرید خسروی سر از به هر حال چوبه دار در میاره تا امیر حسین موحدی یک لاقبا، روزنامه نگار یک لاقبای اهل مشکین شهر، اینم این وضعیت. یعنی امیر حسین موحدی خب به کشورش برگشته، به شهرش برگشته. شما گفتید و در فیسبوک من دیدم بیماری های مختلف داره این روزنامه نگار جوان، ابتدایی ترین حقوق زندگی در کشورش هست و لابد نمیخواد اونطور که شما مشاره کردین دروغ بگه علیه کسی یا علیه هرچی. این یک حکومت وقتی که میره سراغ یک روزنامه نگاری که هیچ نداره جز یک قلم و دفتر یا الان یه فیسبوک و حکومت مدعی نمایندگی الله بر زمین، مدعی پشتوانه الهی داره، مردمی داره، مدعی هست ابرقدرت معنوی منطقه است، مدعی هستش که هیچ قدرتی نمیتونه حریفش بشه، وقتی میره سراغ یه آدم با چند نوع بیماری مثل امیر حسین موحدی، نشوندنده چیه؟ آزار میده، اذیت میکنه، شکنجه، این نشوندنده چی هست؟ چرا یه همچی حکومتی از کسی روزنامه نگار ساده مثل آقای امیر حسین موحدی نگران هست و احساس تهدید میکنه؟ از چه میترسه؟ به نظر من همه حکومت هایی که دیکتاتوری میکنن و حقوق مردم رو پایمال میکنن و جایگاه شایسته ای در بین مردم خودشون ندارن، راهی غیر از این ندارن که میخوان با ایجاد رعب و وحشت و به وجود آوردن ترس و یأس جامعه رو در خفقان نگه دارن که مبادا از جایی بالاخره این جامعه، این مردم برای رسیدن به حقوق خودشون حرکت بکنن. شما ببینید، بحث این نیست که الان آقای امیر حسین موحدی یا علی طبرزدی یا مجید مقدم یا آرش صادقی یا آتنا یا بقیه بچه‌ها رو که
هیچ کاری نکردن. اینا حتی بعضیشون کار خبرنگاری هم نکردن. یعنی همین آقای موحدی مدت ها که تو ایران رفته، الان ایشون اصلا کار خبرنگاری هم نکرده، ولی حکومت در شرایطی که قرار گرفته در مراجع بین المللی پروژهاش به شکست منجر شده، در داخل هم حقوق مردم رو رعایت نکرده، میترسه که اگر در جایی مردم به امید برسن، بر یأس غلبه کنن، بر ترس غلبه کنن، برای احقاق حقوق خودشون، مثل همین اعلامیه که اتحادیه آزاد کارگران ایران الان دادن که مردم رو برای دفاع از حق حقوقشون به میدون فرا میخونن پا بگیره و دست به دست بشه و بقیه هم به پیوندند، این جبه رو بشکنه و مردم بیان برای حق طلبیشون و بخوان حق حقوق خودشون از اینها بگیرن. پس حکومت دست به این کارها میزنه که نه فقط آقای امیر حسین موحدی رو خفه کنه، بلکه با نشون دادن امیر حسین موحدی در تلویزیون و گرفتن اعترافات دروغین از ایشون، دیگران رو ناامید بکنه، به دیگران بگه ببینید هر کسی که بیاد جلوی ما وایسه و حقیقت رو بگه، افشاگری بکنه، ما اینطوری میاریمش تو تلویزیون تا بر علیه خودش اعتراف کنه. البته یادمون نره این ترفند جمهوری اسلامی از همون اول سال 58-59 بر علیه رهبران احزاب، گروه های سیاسی، دانشجویان تا همین الان ادامه داره، که حتی امثال علی افشاری، آقای مرحوم عزت الله صحابی توی برنامه چراغ، توی برنامه هویت، توی تلویزیون می آوردن که بر علیه خودشون افشاگری کنن. و خوشبختانه الان با وجود این رسانه ها اونا به محض اینکه هم آزاد شدن و تونستن دسترسی به یک رسانه آزاد پیدا کنن، افشا کردن که همه این اعترافات زیر فشار، زیر شکنجه، در سلول انفرادی و در شرایط غیر عادی بوده که ما این اعترافات رو کردیم. و امروز این حنا رنگی نداره که بخوام روی اعترافات یه نفر توی تلویزیون یا توی زندان و تحت فشار بر علیه خودش و اندیشش و افکارش پرونده سازی کنن، بلکه میخوان این جو ترس رو ادامه بدن. یعنی بگم ببینید هر کس بیاد به ایسته یه جای حق طلبی کنه، ما اینطوری اون رو، حالا بله این کاملا قابل فهم، اشاره شده بارها و بارها و بارها که تعرض به نصر و از این صحبت هایی که به معاویه نسبت میدن یا هر چه که هست، که با ترس و وحشت، به هر حال ترس، ایجاد ترس و وحشت یکی از ابزار حکومت هایی است که مستبدانه دارن حکومت ما، یک درست. اما آیا با همین یک عامل میشه حکومت کرد برای دراز مدت؟ خب شما ببینید مثلا در شوروی هم همین بوده دیگه، و تازه شوروی یک امتیازهای دیگه به هر حال داشت، یعنی دیگه به لباس پوشیدن مردم کاری نداشت، به خلوت غیر سیاسی مردم کاری نداشت، از نظر دانشگاهی آنچنان فیلترهای مکتبی غیر مکتبی نداشت. با این حال چون همین یک عامل رو بیش از چی میگم، بیش از حد نمیدونم حدش کجاست، ولی همین عامل رو استفاده میگن به طرز خیلی گسترده ای، این رو به هر حال به این روزگار دچار شد و بقیه میشه، آیا میشه ادامه داد برای طولانی مدت؟ به نظر من نمیشه، چرا که همین الان هم که شما میبینید این اعتراضات بسیار زیادی که در رابطه با مسئله اسید پاشی شده، همین الان اعتراضاتی که در رابطه با چاقو زدن یک بسیجی، پسر یک فرمانده سپاه در شهر جهرم که به باسن دخترای مردم چاقو زده افشا شده و مردم شهر جهرم شدیداً موضع‌گیری کردن، در اخبار و رسانه ها این اخبار داره منتشر میشه و امضا جمع میکنن در محکومیت با این، هم در داخل کشور هم در خارج کشور، ادامه جمع‌آوری امضاها مربوط به محکوم کردن اسید پاشی ها، این که الان معلوم شده خود اسید پاشا از اداره اطلاعات استان اصفهان بودن، سنداش اومده بیرون، حتما شما تو فیسبوک ها دیدید که عکس اونها رو هم حتی دو تاشون رو در آوردن، که یکی 12 سال، یکی 20 سال کارمند سپاه پاسدارانه و 30 نفر دیگر هم بعد از اون افشا شده هستند، و جمع‌آوری امضای بیش از 1600 معلم و فعال مدنی و سیاسی در دفاع از حقوق معلمان ایران به پیشنهاد کانون صنفی معلمان ایران، و حضور چند هزار نفره مردم
بروجرد در تشییع جنازه آقای محسن خشخاشی معلمی که بیگناه کشته شد، همینطور اون تظاهراتی که بدون هیچ سازماندهی قبلی مردم اومدن در رابطه با مرگ اون خواننده جوون آقای مرتضی پاشایی، ترانه خوندن، آواز خوندن، سرود خوندن، به یه نوع دیگه ای اصلا مراسم رو پیش بردن. حکومت و اسلام اون چیزایی که این سیستم میگه نمیخوره، و الان هم که اعتراضاتی که برای گرانی نون، برای بیکاری کارگران، برای بسته شدن کارخونه ها، برای اخراج ها داره صورت میگیره و کم کم با این اطلاع رسانه داره به هم پیوند میخوره، نشون میده که چنین حکومت هایی که با زور و به اصطلاح پایمال کردن حقوق مردم میخوان ادامه بدن با ابزار ترس و یأس، نخواهند تونست و به زودی در داخل کشور ما هم اتفاقات خجسته‌ای با نیروی خود مردم، همبستگی مردم اتفاق خواهد افتاد. سپاسگزار هستیم آقای حسانلوی عزیز، با سپاس بسیار از شما. من هم سپاسگزارم، با امید دیدار تا برنامه های دیگر. با امید به روزی که کارگران، معلمان و تمامی مردم ایران از زندگی شایسته خود برخوردار، از تمام حقوق انسانی خود در ایرانی سرشار از شادی و نشاط زندگی کنند و با امید به آینده‌ای بهتر برای فرزندان و جوانان ایران. به پایان این برنامه میرسیم با امید و آرزوی فردایی بهتر برای همه مردمان جهان با برآمدن آفتاب. از فراز البرز، سند و سبلان، آس، ماری، کوهساران دنا، دلهو و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، دلهایتان شاد.